اما در بعد هماهنگی ها در هر منطقه‌ای که ممکنه مثلا 9 تا حدود 5 استانی میشه تقریبا، هر منطقه‌ای با 5 تا استان از نظر هماهنگی ها جلساتی شبیه شورای امنیت خواهند داشت، با این حساب که مسائل اساسی و استراتژیک سیاسی دفاعی امنیتی از تهران اتخاذ میشه. خیلی متشکرم آقای احمدی نژاد. وقت رو اعلام میکنه شما؟ بله آقای رضایی 9 دقیقه و 55 ثانیه، شما هم حدود 4 دقیقه و نیم صحبت کرد. خب خیلی ممنونم از آقای رضایی. این طرف دلار که گفتید ظاهرا همون تقسیم بندی های نهگانه است که در سپاه بود، منتها شما میدونید یک مدیریت اقتصادی بدون مدیریت سیاسی و اجتماعی معنا پیدا نمیکنه، یعنی تداخل پیدا میکنه. اگر معاون رئیس جمهوری، یعنی همه میان تحت امرش، استانداران، فرمانداران، بخشداران، این مثلا اگر در شیراز مستقر میشه بقیه استانها چی میشن؟ میان تحت امر اونجا. شما میدونید الان جابجایی یه دهستان از یه شهرستان به یه شهرستان مشکل داره، استانها دارن جدا میشن از هم. این یه مقدار جزئیاتی داره که باید بهش توجه کرد. اما اینکه گفتید الان ما تورم همراه با رکودیم، خب این که به نظرم اشتباهه. تورم دو جور حساب میشه، شما میدونید، البته شکلهای دیگری هم داره، اصلش این دو جوره. یه متوسط سالانه است به سال قبل، یکی نقطه به نقطه است. بله متوسط سال 87 به 86 25% شد که من خودم اعلام کردم، بانک مرکزی هم اعلام کرد. اما نقطه به نقطه الان چنده؟ یعنی امروز 18 خرداد به 18 خرداد سال قبل، الان زیر 15%. معناش اینه که تورم ما رو به کاهش. اما علت تورم چی بود؟ علت تورم بخش مهمش تورم جهانی، شما میدونید بالاخره افزایش قیمت های نفت میبره بالا، بعضی کالاهای وارداتی به کشور ما 400% 300%، فولاد در بازار جهانی شد 1300 تومان، در حالی که 400 تومان بود قبل از سال 86. ما هم طبق قانون برنامه نمیتونیم کنترل بکنیم صادرات فولاد یا هر کالای دیگری رو، خب این اثر میذاره، بخش مهمش مال اون. اما این در رشد اقتصادی ما اثر نذاشته. خود شما میدونید در قانون برنامه چهارم عددا رو دست بالا گرفتن، متوسط برنامه سوم ما 4.5 رشد اقتصادی، برنامه چهارم یه دفعه گفتن 8 2.5 گذاشتن بهره‌وری، بهره‌وری که نقشش 0.4 بود، یعنی 0.4%، یعنی از این 8% 0.4، یعنی کمتر از 0.5%. این باید برسه به 2.5. ما فکر میکنیم با این شرایط جهانی رشد 6.2 متوسط تو 4 سال برنامه یه رشد بسیار خوبی است، از برنامه های قبلی بیشتر این رشد 6.2، به خصوص از برنامه قبل از این دولت. نقطه به نقطه ما هم که در حال کاهش است، ضمن این که دریافتی کارکنان و حقوق بگیران ثابت جبران شد، بنابراین از نظر دریافتی طبقات با حقوق ثابت ما مشکل چندانی نداشتیم، الا یه گروه از کارگرانی که کار معین داشتن. این که میگید بازار بورس غیر فعال، این اشتباه است. اتفاقا بازار بورس ما بسیار فعاله، اما باز شما خبر دارید حبابی که سال 82-83 کردن تو بورس، اون یه تقلب بود، یعنی حباب درست کردن قیمت رو کاذب بردن بالا. این در این دولت این حباب تخلیه شده و بورس یه رشد منطقی خودش رو پیدا کرده. بیشترین واگذاری های در بورس و حجم معاملات بورس تو همین 2-3 سال انجام شده. الان هم بورس ما فعاله و مراکز جهانی هم که اندازه‌گیری میکنن این رو تایید کردن. یه عددی رو شما گفتید راجع به رشد سرمایه‌گذاری، بله عدد رشد سرمایه‌گذاری ما الان کمتر از 4 سال قبله. علتش چیه؟ علت اینه که ما اومدیم عدد رقم ها رو اصلاح کردیم. ماشینالات دست دوم وارد کشور میشد با نرخ بالا فاکتور میشد و وام ارزی گرفته میشد. ما اومدیم قیمت ها رو واقعی کردیم، قیمت اومده واقعی شده، عدد اومده پایین. اما بیاد این طرف حجم سرمایه‌گذاری صنعتی 4 سال قبل از این دولت 10,000 خورده میلیارد تومانه،
تو این دولت 50,000 خورده میلیارد تومان، یعنی قریب 5 برابر سرمایه‌گذاری صنعتی شده. معناش اینه که فعالیت صنعتی و رشد سرمایه‌گذاری هست، اما چون یکی از عوامل اصلیش ماشینالاتی بود که وارد میکردن با قیمت دیگری ثبت میشد، این عدد کوچیک نشون میده. بخشش هم رفته در انبارداری به خاطر مسائلی که ما داریم. اما دو سوال دوم من از جناب علی، اون سوال اول هست چون میخوام واقعا اون روشن بشه. بالاخره بنده مدیر بودم، شما مدیر بودید، ما میخوام یه حلقه جدید مدیریتی در کشور درست کنیم، حالا معاون رئیس جمهور، این ارتباطش با استانداران و این استانداران با هم و با اون مرکز چجوری میشه؟ یعنی یه بنگاه اقتصادی درست میخواد بشه، فرض کنید در کوهگیلویه، حالا با این تئوری ممکنه کوهگیلویه از این نظر بره زیر نظر فارس، علی قاعده باید یه عده‌ای بیان در اونجا متمرکز بشن. این ارتباطات سیاسی چجوری با هم برقرار میشه؟ چون ما حلقه هایی که داریم هماهنگی اینا با هم خیلی سخته، حلقه های مدیریتی هرچی اضافه میشه نمایی و به توان پیچیدگی ارتباطاتشون با هم اضافه میشه. من فکر میکنم شرایط اقتصادی ما به نسبت وضعیتی که در جهان هست، شما تورم رو گفتید، من باید این منحنی رو یک بار دیگه اینجا نشون بدم. الان در توی سال 2008 که ما رشد تورم داشتیم، همه قاره ها رشد داشتن بیش از ما، یعنی نسبت رشدشون بیش از ما بوده. معناش اینه که در ایران مدیریت خوبی اعمال شد. ضمن اینکه ما مجموعه برنامه های اقتصادیمون روشنه، طرح هدفمند کردن رو و تحولات اقتصادی رو در 7 سرفصل مهم آماده کردیم که در واقع زیر ساخت هاست: اصلاح یارانه ها، اصلاح بانک ها، اصلاح مالیات و بیمه، نظام توزیع، نظام بهره وری، ارزش پول ملی. اینها کارهای اساسی است که باید برای اقتصاد ما انجام بشه که در ادامه من اینها رو توضیح خواهم داد. اما اینکه میگید خوب نبوده، بالاخره باید شاخصهای عملکردی رو ما بیاریم. در همه بخش ها عملکردها به نسبت گذشته رشد قابل توجه و جدی داره که حالا من در ادامه بحث بعضی از اونها رو مطرح خواهم کرد. شما یک صندوق توسعه ملی هم مطرح کردید، میخوام ببینم این صندوق همونیست که در سیاست های کلی برنامه پنجم هست یا چیز دیگر است. اصولا 200 میلیارد دلاری که میخواد توش بیاد از این به بعده، یعنی از درآمدهای نفتی، چقدر طول میشه این تأمین بشه؟ قرار قرض بگیریم؟ آیا قرار اینو تبدیل به ریال بکنیم و بدیم به بانک ها سود بگیریم، سودش رو توزیع کنیم؟ شما فرمودید نفری 100,000 تومان ماهانه میدیم، اینا یه ضرب و تقسیم کنید ببینیم چقدر میشه و از این 200 میلیارد دلاری که منبعش معلوم نیست چقدر حاصل میشه که ما مایی 100,000 تومان بخوایم به مردم بپردازیم. خیلی متشکر. 7:48 صحبت کردید آقای احمدی نژاد. آقای رضایی در خدمت. من فهم میکنم که آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را من قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. مثلا فرض کنیم ما تورم جهانی رو سال 2009 رو ازش حذف بکنیم، منهای سال 2009 مثلا نشون بدیم، خب چرا این کار رو میکنیم؟ آمار اگر میخوایم بدیم باید با یه مبنای مشترک باشه. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده این است که در سال 1384 که دولت جناب احمدی نژاد اومده 14 بوده، سال 85 شده 11.9، حالا اگر نشون بدن سال 86 این شده، بله این شده 18.14، سال 87 شده 25.14 با همون شاخص متوسط. اون نقطه به نقطه اون الان موضوع بحث ما نیست، چون ما میخوایم ببینیم قدرت خرید مردم چه تأثیری گذاشته. یعنی مثلا فرض کنیم پنیر
که ما در سال 84 می‌خریدیم کیلو چند بوده؟ الان در سال 87، انتهای سال 87 که این پنیر می‌خریم، این چقدر شده؟ خود